روز پنجشنبه 14 تیر ماه در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر تحت عنوان بازشناسی باورها و امیدواریم که این برنامه هم مورد توجه و عنایت شما بزرگواران قرار بگیره. خب انتخابات یا رأی گیری در رژیم جمهوری اسلامی به دور دوم کشیده شد و این فرصت برای ما حداقل فراهم شد که بتونیم باز هم پیرامون مسئله انتخابات یا رأی گیری در جمهوری اسلامی سخن بگیم. هرچند واژه انتخابات در رژیم جمهوری اسلامی معنا نداره، بیشتر هم عرض کردیم انتخابات زمانی دارای معناست که انتخاب میان سبک و تفکر باشه، نه میان اشخاصی که نماینده یک تفکرن. یعنی مردم جامعه بتوانند سبک زندگی خودشون رو، طرحهای اقتصادی، طرحهای فرهنگی، طرحهای اجتماعی رو میان آنچه که گروه های مختلف ارائه و اقامه می کنن برگزینن. در جایی که طرح مشخصه، سبک و سیاق مشخصه، کارنامه معلومه، فقط افرادی که نماینده همان تفکر هستند دیگه بحث انتخابات معنا نداره. و تفاوت میان انتخابات در رژیم های دموکراتیک و رژیم هایی که یک ایدئولوژی خاص رو به عنوان هدف تعیین می کنن در همین که شما فقط کارگزاران اون ایدئولوژی رو در رأی گیری به اون منصب انتخاب میکنید. اما نکته که در این هفته و این برنامه به آن خواهیم پرداخت این است که آیا انتخابات یا رأی گیری میتواند برای مخالفین هم فرصت باشه؟ یعنی آنگونه که رژیم سعی میکنه از انتخابات برای خودش فرصت بسازه، آیا نیروهای مخالف رژیم که در درون اون فرایند غیر دموکراتیک محروم شدند از مشارکت میتونن از این فرصت بسازن؟ خب بحث بر سر نیروهای انقلابی است، یعنی کسانی که رژیم‌های دیکتاتوری به اونها فرصت نمیدن در یک فرایند دموکراتیک خودشون رو به معرض و نمایش و انتخاب مردم بذارن. خب اونها میشن نیروی انقلابی. اما آیا نیروی انقلابی میتونه از این فرصت استفاده بکنه؟ امروز به این مسئله خواهیم بر این نکته ای که ما باید توجه بکنیم این است که رژیم ها از زمانی که به قدرت میرسن تا زمانی که افول میکنند و کنار گذاشته میشن دارای بحران های خاصی میشن که اگه نتونن اون بحران ها رو حل کنند برای خودشون به نوعی حالا اون رو تجدید بکنن، اون قدرت رو احیا بکنن، دچار دشواری های عمده و خب طبیعتاً فروپاشی و از بین رفتن میشه. اولین بحرانی که در اولین مرحله از جنبش های انقلابی رخ میده تا به انتها برسه بحران مشروعیت. یعنی اگر رژیمی بوده که تا دیروز امر و نهیش، اعمال قدرتش رو مردم میپذیرفتن، امروز دیگه نمیپذیرن. در واقع مشروعیت نوعی پذیرش امر و نهی یک مرجعی است نسبت به شما. یعنی ما مشروعیت قانون رو میپذیریم وقتی قانون به ما برگرده و بگه که شما به موجب این ماده قانون مجرم هستی، میپذیریم. حق شماست، میپذیریم. یعنی قانون برای ما یک مشروعیت داره. اگر قانون مشروعیت نداشته باشه دیگه اون اصول و اون مواد قانون رو نمیپذیریم. حاکمان هم همین بودن. ما اگر بدانیم شخصی من غیر حق، یعنی حقش نیست، در اون جایگاه قرار نداره که بخواد به ما امر و نهی بده، اگه دستوری بده ما نمیپذیریم. اما اگر احساس کنیم او در جایی قرار گرفته که میتونه امر و نهی بکنه، ما میپذیریم. به همین دلیله که اگر یک قاضی حکمی بده ما قبول میکنیم، اما اگر یک نجار حکمی در مورد ما بده ما نمیپذیریم. تو صلاحیت رأی دادن در مورد دعوای من و فلانی رو نداری.
این مشروعیت در مورد حکومت ها هم هست، یعنی بالاترین حد پذیرش قدرت یک اتوریته در درون حکومت هاست. مناسبات قدرت در همه جا وجود داره، حتی بین دو رفیق، دو دوست. اگه دوست من پول داره، من سعی میکنم ناراحتش نکنم، چون ممکنه من رو محروم بکنه از اون ثروتی که داره و ممکنه به من هم خدماتی بده. در درون خانواده شما نسبت به پدرتون یک مناسبات قدرت برقراره. اگه پدر دارای ثروته، دارای یک اتوریته است، دارای یک زمینه هایی از نفوذ هست، فرزند میپذیره مشروعیت پدر رو، اون تن میده، چون میدونه قدرت داره، میتونه اون رو از خونه بیرون کنه، میتونه پول تو جیبیشو قطع، میتونه او رو محروم بکنه از استفاده از اتومبیل یا هر چیز دیگه. اینا همه مناسبات قدرت. اما گاهی برای ما عادی شده. بالاترین حد تعامل قدرت در امر سیاسی است، جایی که یک حکومتی با یک رژیم دیگری در کشور دیگری جنگ راه میندازه. ما چطور میپذیریم که به اون جنگ تن بدیم، بریم در میدان مبارزه بجنگیم؟ چون احساس میکنیم باید مشروعیت داره. چطور معاهدات بین المللی رو میپذیریم؟ ما به تحریم ها نگاه بکنیم، چه اندازه فشار بر مردم وارد میکنیم؟ آیا مردم میپذیرن تحریم ها رو؟ ممکنه بعضی از جوامع مردم بپذیرن، چون حکومت براشون مشروعیت داره، اما بعضی جوامع نمیپذیرن، چون حکومت دیگه مشروعیت رو نداره، میگن شما به خاطر منافع خودتون این تحریم ها رو بر ما بار کردید. بنابراین رژیم هایی که به دنبال مشروعیت هستن و اون رو پایه اساسی قدرت خودشون میدونن، برای اینکه بتونن اون قدرت رو حفظ کنن باید مشروعیتشون رو احیا بکنن. نیروهای انقلابی هم باید مشروعیت زدایی بکنن، یعنی نشان بدن که این رژیم در یک جای نامناسبی قرار گرفته، حق حکمرانی نداره. و این مشروعیت هم در بعد داخلی مهمه، هم در بعد بین الملل. یعنی جایی که نماینده این رژیم وقتی میره در مذاکرات شرکت بکنه، پشتوانه آرای مردمی نداشته باشه، نیروهای مخالف رژیم بتونن در مجامع بین المللی نشان بدن که این رئیس جمهوری که آمده در صحن علنی مجمع عمومی شورای یا سازمان ملل داره صحبت میکنه یا شورای حقوق بشر، 20% مردم رو انتخاب کرد، اون نماینده 80% جامعه نیست. اگر در مجامع بین المللی صحبت از قراردادهایی میکنه، مردم بدانن، اعلام کنن که این قرارداد مثلا با کشور الف یا کشور ب مشروعیت نداره، چون اون نماینده مردم نیست، اون نماینده 20% جامعه است. رژیم های دیگر وقتی میخوان پای معاهدات یا قراردادها رو امضا بکنن، این رو پس ذهنشون دارن که این آقا رئیس جمهور 20% جامعهش و این رژیم اساساً 20% محبوبیت داره، بنابراین ممکنه با یک انقلاب مواجه بشه و در نتیجه این قراردادهایی که من با اون رژیم بستم دستخوش تحریم تحول بشه. در جای دیگری در مشروعیت بین المللی شما میبینید رژیمی که میخواد نشان بده سرکوب مناسب مردمه، یعنی مردم میخوان، مردم میپذیرن این قوانین تبعیض آمیز رو، خب ارائه میکنه، میگه 80% به ما رأی دادن، این سبک زندگی مردم ماست، این مناسب فرهنگ مردم ماست. کمایی که دیدیم بارها هم اینو گفت که مردم ما راضی هم. شما میگید سرکوب، شما میگید فشار آوردن بر مردم، شما میگید مردم تحریم نمیخوان، اما چطوره که 80% میان رأی میدن؟ پس مردم ما در برابر تحریم های شما ایستادن. اگه انسانی از زندگیش ناراضیه، خب نمیاد شرکت بکنه، ما که انتخاباتمون اجباری نیست، اختیاریه. پس وقتی به 80% مردم میان به رئیسی رأی میدن یا به روحانی رأی میدن، تحریم ها براشون مسئله نیست، ما مقاومت میکنیم. اگر در داخل سرکوب میکنیم، عمده جامعه اون افراد رو مقصر میدونن که میان در خیابان ها بی‌حجاب، وگرنه اگر ناراضی باشن که 80% نمیان رأی بدن.
در واقع زبان گشاده افرادی که در درون رژیم هستند و میان در مجامع بین المللی ماحصل اقدام ماست. ما هستیم که زبان اونها رو تیزتر میکنیم. پس مشروعیت یک مسئله بسیار مهمه. تمام رژیم ها نیازمند مشروعیت هست. به خصوص امروز که در همتنیدگی در امر حقوقی و سیاسی وجود داره. دیکتاتورترین رژیم ها هم سعی میکنن نشان بدن مردم اونا رو میخوان. به همین دلیل که صندوق رأی رو کنار نمیذارن، هرچند اونو فاقد موضوعیت میکنه. حتی مردم رو تشویق میکنن که شما بیاید رأی بدید. بالاترین میزان مشارکت در میان کشورها در دیکتاتوری هاست، 80%، 90%، چون صندوق رأی به نحوی تبدیل شده به یک منسک، به یک شعیره، به یک شعار، به یک مراسم. من بارها عرض کردم دیکتاتوری های کلاسیک نیاز به مشارکت مردم نداشتن، اصلا مهم نبود براشون مردم شرکت بکنن یا نه. یه بار عامی میدادن در یک زمانی یا یک عیدی یا یک مراسمی، اگر مردم می آمدن می آمدن، نمی آمدن هم نمی آمدن. اما در دیکتاتوری های مدرن داستان متفاوت شده. دیکتاتورها برای که نشان بدن دیکتاتور نیستن، به جامعه جهانی میخوان نشان بدن مردم راضیه. رضایت یعنی اینکه اونا دیکتاتور نیستن. من اگر با رضایت شما مال شما رو بردارم، دزد محسوب نمیشن. یعنی اون طرف راضی بوده، گفتی بیا مال منو بردار، دیگه دزد نیست. پس دیکتاتور برای اینکه نشان بده من دزدی نمی کنم، جنایت نمی کنم، غارت نمی کنم، میگه بفهم نگاه کنید این مردم. شما میگه من اینا رو میزنم، شکنجه میکنم، تجاوز میکنم. حالا ممکنه دو سه نفری باشن که این کارو میکنن، اما عموم مردم از ما راضی. با رضایت اونهاست که ما قانون حجاب رو اجباری کردیم اجرا میکنیم. با رضایت اونهاست که ما گردن کشی میکنیم، تحریم میشیم. دقیق میفرمایید داستان در کجاست؟ یعنی تبدیل کردن مسئله به رضایت که این مردم راضی. پس برای ایجاد انقلاب اولین نکته و نطفه این است که بحران مشروعیت باید برای رژیم ایجاد بشه. به همین دلیلی که خامنه ای بارها توصیه میکنه که حتی اگه منم قبول ندارید، برای ایران و اسلام و هر چیز دیگر بیاید رأی بدید. چرا گدایی رأی میکنه به نظر شما؟ خب من دیدم خیلی ها میگن اصلا جمهوری اسلامی نیاز به مشروعیت نداره. نه خیلی، این غلطه، این اشتباه است. رژیم جمهوری اسلامی که به تنها تن خودش کار نمیکنه، یه بخشش انقلابیونن، یه بخشش جامعه جهانی است، اونها نگاه میکنن. رئیس جمهوری که با 20% آرا میره در صحنه مجمع عمومی سازمان ملل خیلی فرق میکنه با رئیس جمهوری که با 90% آرا میره. اون 20%ه زبان متزلزلی خواهد داشت، اما اون 90%ه میگه بفرمایید اگه ما جنایت میکنیم، غارت میکنیم، تحریم هستیم، مردم ما رو بخوان. پس باید در روند ایجاد انقلاب بحران مشروعیت ایجاد، دوم بحران مشارکتی. این بحثای نافرمانی مدنی خیلی تکرار شده، یعنی آنچه که رژیم از شما میخواد و شما انجام نمیدی. مشارکت کردن در امور ایدئولوژیک این رژیم، پیاده روی اربعین و نمیدونم 22 بهمن و هر چیزی که شما فکر میکنید، رژیم روی اون حساسه، اون رو به عنوان نماد خودش معرفی میکنه. یعنی وقتی 22 بهمن میشه، مردم برن در خیابان ها، خبرگزاری های جهانی نشان میدن که یک خیلی عظیمی از مردم آمدن، پس هنوز به آرمان های اون انقلاب باور دارن. وقتی مردم در اربعین شرکت کنن یا در مراسم مذهبی مثل نماز جمعه یا هر چیز دیگر، جامعه جهانی مخابره میکنن که بفهمن هنوز اصول حکومت دینی برای مردم ایران اولویت داره. رژیم هم میگه ما سکولاریسم نمیخوام، ما لایسیته نمیخوام. بفهم
خیابان‌های ما رو نگاه بکنید. این مردم میان برای حسین، میان برای حسن، میان برای نماز جمعه. انتخابات هم یک مراسم دولتی است. رژیم سعی میکنه از اون استفاده کنه، مردم رو جذب کنه، حالا با ابزارهای خاص خودش که بسیار هم متنوع، از تطمیع و تهدید و تحریک و هر چیزی بگیرید تا ترس و واهمه و هر چیزی که امید بخش میکنه برای مردم، یا مردم رو متنوع میکنه، همه رو دعوت میکنه. به همین دلیله که در ایام انتخابات شما بانوانی رو میبینید بدون حجاب هست. اتفاقا از دوگمترین کاندیداها هم دارن حمایت میکنن. چرا نظام فضا رو باز میکنه که این دختران بیان اون تصاویر رو نشون بدن، بگن بفرمایید دختران بی حجاب آمدن، عکس آقای رئیسی رو دارن یا آقای جلیلی رو. اینا همه ترفند هاست که بگن اقشار مختلف جامعه از مسلمان بنیادگرا گرفته تا یک دختر جوانی که اصلا عقیده ای به شعائر مذهبی نداره، همه دنبال اینن که بیان آقای رئیسی رو انتخاب کنن، جلیلی رو انتخاب کنن، اون یکی رو انتخاب. رژیم فضا رو کمی باز میکنه که مشوقی باشه برای حضور من. چرا؟ چون بحران مشارکت رو حل کنه. نافرمانی مدنی در راستای همین تفکره که میخواد در برابر مشارکت بیسته. رژیم میگه بیا، مردم میگن خیر. رژیم میگه انجام بده، مردم میگن نه. بحران مشارکت یکی از مهمترین بحران هاست. در درون این رژیم هاست که فضا توده ای میشه، چون کار مشارکت رو ساده میکنه، راحت تر میکنه. در کنار این بحران ها، خب شما بحران کارایی رو هم دارید، بحران سلطه و استیلا هم دارید. بخش بحران سلطه و استیلا برای ما مهمه، یعنی اون بخش از بدنه سرکوب رژیم با دیدن اینکه مردم به خیابان ها نمیان، در رای گیری شرکت نمی کنن، به رژیم دهنکجی می کنن، بعضا اونها رو مورد داوری اخلاقی قرار میدن، متزلزل میشه. تمام نیروهای نظامی آدم کش نیستن، یه دمی آدم های عادی هستن، سرباز هستن، یه دمی در همین بحت جامعه هستن، منفعتی ندارن، منفعت اصلی رو اون دانه درشت ها دارن، اون سرداران اصلی سپاه دارن. این عدم شرکت مردم، این عدم مشروعیت سبب تزلزل نیروهای نظامی خواهد شد، باعث میشه که اونها وارد فضای سرکوب نشن یا دستشون بلرز. پس اینا رو دست کم نباید گرفت. این بحران ها باید برای هر رژیمی رخ بده تا جنبش انقلابی مردم به ثمر بشه. خب یکی از مراحلی که میشه این سه چهار موردی که ما عرض کردیم نشان بده کجاست؟ انتخابات. یعنی انتخابات یک محلی است با اینکه قاعدش رو رژیم داره تعیین میکنه، اما میشه با عدم شرکت در انتخابات رژیم رو محکوم کرد. خیلی ها میگن رژیم چرا رفراندوم نمیگذاره برای اینکه ما آیا رژیم رو میخوایم یا نمیخوایم. خب قطعا نمیذاره، چون میدونه که با انجام یک انتخابات آزاد، با یک رفراندوم آزاد، خب دیگه اون فاقد موضوعیت میشه، باید بره. اما یک شبه رفراندومی هم میتونه رخ بده، اون همین که 70% مردم، 80% مردم نرن در انتخابات شرکت. و اخیرا هم دیدید سید علی خامنه‌ای آمد و صحبت از اون 60% کرد که نیامدن. البته آمار خیلی بیشتر از این هاست، طبیعیه که رژیم رأی سازی میکنه. یعنی آن ادعای 40% رو شما باید در حدود مثلا 25% تا 30% ببینید. اما این مسئله اهمیت داره که ما بدانیم فرایند یک انقلاب این هاست، بنابراین تقویتش بکنیم. پس سعی کنیم با عدم حضور در انتخابات هم به بحران مشروعیت رژیم کمک بکنیم، هم به بحران مشارکت رژیم بیافزاییم،
هم بحران سلطه و استیلا رو شدت ببخشیم. پس فکر نکنید که در انتخابات شرکت نکردن هیچ فایده ای ندارد. نه خیر. خیلی فایده داره. شما اگر روند انقلاب ها رو ببینی متوجه خواهید شد که خیلی تاثیر داره. تمام رژیم های قدرتمند آرام آرام از بین رفت. منظورم از قدرتمند رژیم های مبتنی بر زور، قدرت در برابر اقتدار به کار گیره، چون این دوتا متفاوتی. رژیم هایی که با زور حکومت میکنه، مشروعیتشون زوریست، قصریست به اصطلاح، با سیم به معنای زور. این رژیم ها سعی میکنن دوام و بقای خودشون رو با همین عناصر مدرن نشان بدن و خب ما باید با اونها مبارزه. پس نیندیشید انفعال و در خانه نشستن کار نیست. نه، این فیلیپس از ترک فعل، یعنی با نرفتن در مناسک حکومتی و شعائر حکومتی شما داره یک فعل انجام میده. بعضیا این رو تعبیر به این میکنن که خب شما منفعلید، خانه نشستید. نه، همین خانه نشستن این رو نافرمانی است و نافرمانی در برابر کسی که مشروعیتش رو، مشارکتش رو، کارایی خودش رو میخواد از قبل فرمان بگیره یک ضربه بزرگه. هفته گذشته من خواندم یک رساله ای رو با عنوان بردگی اختیاری از اتین دولابویسی یا دولابویتی که مربوط به 470 سال قبل و به صراحت اشاره میکنه که در برابر دیکتاتورها مردم نباید مشارکت کنند. حاضر نشید در اون فرایند. به آتش رژیم چوب تزریق نکنید. مواد سوختنی تزریق نکنید. خودش از بین میره. خب در این رو ممکنه سوالی باشه که خب سلیمانی 40% هم میرن شرکت میکنه. باید فرض کنیم آمار رژیم درسته، 30 تا 40% رفتن شرکت کردن. با اینا چه بکنیم؟ اول این مسئله این که باید اینها رو بشناسیم. طبیعی مردمی که در درون یک جامعه استبدادی زندگی کرد و رنگ آزادی رو ندیدن، یک جامعه توده‌ای بودن، عقاید مذهبی داشتن، به استبداد تن دادن، فرهنگ استبدادی هنوز در درون اونها وجود داره و یک شبه تغییر نمی کنه. وقتی این مردم رو میخواییم به نوعی مورد قضاوت قرار بدیم، جنبه های از این که اونها تن میدن به این مسئله رو باید بفهم. چرا این مردم تن میدن به صندوق انتخابات رژیم؟ خب یه عده که نفعی دارن، یعنی اصلا حضورشون در انتخابات به خاطر اینکه منافع این رژیم با منافع اونها در هم تنیده است. خب تکلیف اونها معلوم، اونها خواستار بقای رژیم. اما یک عده دیگه اینطوری نیستن، از بین خودمون، از بین همین خانواده های خودمون هم هستن. اینا چرا میرن؟ در حالی که فشار تحریم ها روی اونهاست، جنایت و کشتار و غارت متوجه اونهاست و اونا هم دارن تاوان میدن. وگرنه غالیباف و دخترش که میرن در ترکیه 200-300 کیلو بار میرن، سیسمونی میارن. اما خانواده های ما هستن که یه مشهد هم نمیتونن برن، یه قوم هم نمیتونن برن دیگه، ترکیه و کشورهای دیگری که جای خود. اینها چرا تن میدن به این خفت، به این خاری؟ این مکانیزم چیست که در ذهن اونا اثر میکنه؟ من چه ویژگی هایی که در درون انسان های توسعه نیافته وجود داره که ما اونها رو اگه نشناسیم راه حل اون رو نمیتونیم پیدا کنیم. گاهی هم قضاوت های نادرستی در مورد اونها میکنیم. اینها رو اول بشناسیم شاید مهم باشه. اولین مشکلی که یک انسان توسعه نیافته از نظر ذهنی، یک انسانی که در یک جامعه استبدادی زندگی کرد، با اون مواجهه اینه که هیچ وقت خودش رو جای دیگری نمیذاره. یعنی درک این که فهم کنه یک عده خانوادهی هستن دخترانشون کشته شدن، پسرانشون کشته شدن، مبارزینی که به خاطر یک سخن گفتن در زندانن، یه عده حصر خانگی هن. یه چند میلیونی کشور رو به خاطر وجود این رژیم ترک کرد. آیا اونها بی جهت مبارزه کردن؟ آیا اونها که برای حقوق خودشون دارن تلاش میکنن بی جهت در خیابان ها فریاد زدن؟
آیا من میتونم خودم رو جای اونا بذارم؟ ببینم کاری که دارم انجام میدم کار درستیه یا نه؟ دردی که اونها کشیدن درد درستیه یا نه؟ چه کسی مسبب کشتار دختران ما بوده؟ چه سیستمی است که سبب شده نخبگان جامعه کشور رو ترک کنند؟ چه سیستم و تفکری سبب شده که این همه عزیز در زندان باشه؟ آیا باز باید امتداد همین تفکر به رسمیت بشناسم؟ پس اولین مشکل انسانی که ذهن توسعه نیافته داره اینه که خودش جای دیگری نمیذاره. این یه تعبیری است که در واقع هانا آرنت در مورد آیشمن به کار بود. که آیشمن هم یه آدم معمولی بود مثل همه افراد دیگه، اما یه مشکل بزرگ داشت و اون این که هیچ وقت خودش جای اون یهودی ها نمیذاشت. اون دختر و کودک و پیر و جوان یهودی که دارن میرن به اردوگاه های مرگ، خودش رو جای خودش میذاشت که من دارم وظیفه‌ام رو انجام میدم. انسان توسعه نیافته خودش رو جای دیگری نمیذاره. یک انسان توسعه یافته است که حتی خودش جای حیوانات میذاره، میگه این حیوان رنج میکشه، درد میکشه، من حق ندارم این سگ رو بزنم، حق ندارم این گربه رو بزنم. چون وقتی درد و رنج رو بفهمید اون رو در حیوانات هم میبینید. اما انسان توسعه نیافته کسی که بچهش رو میکشه، گردن همسرش رو میزنه، نسبت به کشتار این همه مردم در خیابانها و نیزارها و جاهای دیگه بی‌تفاوته. پس وقتی صحبت از توسعه یافتگی ذهن یک انسان میکنی به اینه که این توسعه یافتگی بتونه جنبه های مختلفی از زندگی رو برای ما روشن بکنه. ایدئولوژی سبب میشه ما توسعه یافته نباشیم. یک مسلمان بنیادگرا یک یهودی رو چطور میبینه؟ دشمن خودش میبینه. یک زوبه در ولایت فقیه یه اسرائیلی رو چطور میبینه؟ یه آدم معمولی اسرائیلی. دیدید دیگه زمانی که 7 اکتبر شد و حمله کردن به بعضی از این دخترانی که حالا آمده بودند در یک مجلس شادی، در غزه شیرینی پخش بود. بلایون در تهران شمع و شیرینی و خرما و هر چیزی که حلوا و هر چیزی که مناسب شادیشون بود پخش میکرد. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اونها آدم های توسعه یافته نیستن. وقتی ذهن توسعه یافته نداری دیگری رو درک نمی کنی. دیگری دشمنته. خودت جای اونا نمیذاری. تازه اونا رو محکوم هم میکنی. دیگه آقا میدونید فلانی رو کشتن، اون دختر بیچاره 18 ساله رو، یه خوب میخواست خیابون نره. میگه میدونید فلانی تو زندانه به خاطر یه مقاله، یه خب میخواست ننویسه. ما داریم همچین آدم هایی رو دوستان. یعنی میخواید فهم کنید اون 40% جامعه رو برخی از این ویژگی‌هایی که الان من میخوام عرض کنم در اونها هست. پس اولین مسئله بر سر اینه که اونها ذهن توسعه یافته نداره، خودش رو جای دیگری نمیذاره. دومین مسئله این که اخلاق اونها اخلاق معطوف به وظیفه است. یعنی من وظیفه‌م اینه که این کارو بکنم. الان انتخابات، آقا دستور داده من برم، امام خوشحال میشه من برم رأی بدم. وظیفه‌مون اینه که رژیم رو حفظ کنیم، وظیفه‌مون اینه که پاسدار خون شهدا باشیم. دیدید یک وظایفی تعریف میشه برای این افراد. دیگه مهم نیست آیا این رفتار من سودی داره برای من، عقلانی هست، با ارزش های امروز منطبقه یا نه. یک اخلاق وظیفه ای که خب مرجع تعیینش هم حکومت دیگه، ایدئولوژیه، به شما یاد داده وظیفه امت حزب الله اینه که در صحنه باشه. امت همیشه در صحنه، اینا رو قبلا میگفتن، همیشه در اون جایی که رژیم خواسته بیاد وظیفه‌تو انجام بده. اخلاق یعنی همین، باید و نباید ها رو رژیم تعیین می‌کنه.
کسی هم بیاد برخلاف اونو حرف بزنه، بگه آقا این بالا رفتن از سفارت و جشن گرفتن هر ساله، آتش زدن پرچم این کشور و مرگ بر اون کشور گفتن، اینا غیر دموکراتیکه، غیر انسانیه. فرزن یک رئیس جمهوری در امریکا کار بدی کرد، اما چه ربطی داره به 200 میلیون آمریکایی؟ همه رو یک کاسه کردن. مثل این میمونه که همه ما ایرانی ها رو با آخونده وصل کن، یعنی ایرانی ها همونایی هستن که احمدی نژاده، همونایی هستن که محسنی اژه‌ایه، همونایی هستن که خلخالیه. خب این خطاست، اما درگیر اون اخلاق وظیفه‌ای هستیم که رژیم به ما گفته، ایدئولوژی به ما گفته. یک انسانی که ذهن توسعه یافته نداره دیگه فکر نمیکنه که ممکنه یک اخلاق دیگری وجود داره، یه عقلانیتی وجود داره، یه تفکری وجود داره، یه ارزش های دیگری وجود داره. میان در خیابان ها شرکت که وظیفه‌مون رو داریم انجام. سومین مؤلفه ای که یک انسان توسعه نیافته از اون بهره منده، و متاسفانه باید بگم بهره منده، اینه که همیشه دامنه گزینه ها و گزاره هاش محدوده، یعنی اندیشه اصلا به سمت دیگری نمیره. برای همینه که میشه راحت بود بد و بدتر رو یاد داد، انتخاب بین بد و بدتر. دیدید نقل و نقل زبان و محفل این هست. چیکار کنیم دیگه؟ بعد و بدتره دیگه، بریم رنگ. یک زر توسعه نیافته فکر میکنه خب بله دیگه، همین دوتا گزاره است، همین دوتا گزینه است دیگه، چاره نداریم دیگه. یادش میره در خانه نشستن خودش یه گزینه است، یه گزاره است، و اتفاقا داره شرافت و وارستگی بیشتری هم هست، اخلاقی هم هست. اگه شما میدانید در خیابان دارن کسی رو سنگسار میکنن، میری شرکت بکنی؟ بگید خب اگه من نرم خب دیگران که میرن، در هر صورت که اون میمیره، پس منم برم یه سنگی بزنم بهش. میرید این کارو میکنید یا خانه مینشینید؟ اگه بیان شما رو مجبور بکنن که برید، بله، حتی اگه مجبور کردن سنگ بینداز، شما سنگ بینداز اما به طرف نزن. هزاران راه وجود داره برای اینکه تن به خفت و خاری ندی. کی مجبورت کرده که از خانه بری بیرون؟ هیچ کس. اما چرا میری؟ تو ذهن توسعه نیافته است، توده ای هستی. توده ای به معنی حزب توده نمیگم، توده ای به معنی انسانی که ویژگی های خاصی داره. اگه فرصت بشه بعدا در موردش صحبت خواهم کرد. تو یه موزل فرهنگی ما انسان های توده ای هست. ویژگی های خاصی هم دارن که حالا نیاز هست ما اصلا اینا رو بشناسیم، چون ممکنه خودمونم جز اونا باشیم. تا در جنبه دیگری توده ای میشین. کسی مجبور نکرده این مردم رو، میرن. رژیم پول کم میاره، اعلام میکنه که سکه رو قسطی میدیم، همه میرن تو بانک صف میکشن که جیب رژیم پر بشه. دیدیم دیگه کم بوده. خودروهای داخلی رژیم فروش نمیره، میاد اقساطی به مردم بیچاره میده، مردم هم میگن بریم. اما یادشون میره که یه اندازه باید مقاومت کرد، این کالای نامرغوب رو نخرید، اما برای سودمون بریم سکه بخریم، با سودمون بریم دلار بخریم، اینا رو همه خونه انبار بکنیم، جیب حکومت پر بشه، بعدا اگه ما متضرر شدیم خب حالا اون یه بحث دیگه است. مشکل در اینجاست که ما تن میدیم به هر آنچه که رژیم خواسته، بعد بگیم که مأمور و معذور. نه خیر، چیزی نیست، شما مأمور نیستیم. تازه مأمور هم اگه باشی، رئیست برگرده یک حرف نامعقول و غیر اخلاقی و غیر انسانی بزنه، دیگه نمیشه تن بدی کنی. یه تعبیریست در انجیله، تعبیر جالبیست، یه چه ارزشی داره دنیا رو به دست بیاری اما خودتو از دست بدی؟ دنیا رو به ما بدن اما آزادی ما رو بگیرن، اختیار ما رو بگیرن، شرافت ما رو بگیرن، واقعا میارزه؟ برای انسان توسعه نیافته میارزه؟ بر
برای انسان برد صفت و بند صفت میارزه. از اون مذهب راضیه، هیچ مشکلی وجود نداره که ارباب به اون چی میگه. جمله خیلی اهمیت داره که ما در دام این بد و بدتر نیفتیم، گزاره های ذهنی رو برای ما محدودش نکنن که یا این یا اون، هیچ رای دیگری نیست. نه، خانه نشستن هم رو، حالا اگر به صف انقلابیون نمی پیوندی، حداقل با رژیم همراه نشو، با رژیم همکار نشو، مشروعیت به اون نده، در مشارکت شرکت نکن، این دیگه که حداقل کاره، دیگه حداقل مسئله است. ویژگی دیگری که باز ذهن توسعه نیافته از اون برخورداره اینی که نگاهش کاملا مستقیمه، به اطراف و نگاه های کناری نداره، نگاه همه جانبه نداره. به عنوان مثال دیدید تو این فضا صحبت از ریاست جمهوری است، طرف فکر میکنه با آمدن فلانی اوضاع مملکت خوب میشه، در حالی که نمیدونه رئیس جمهور یکی از مناصب حکومتی است، اما مناصب دیگر حکومتی وجود داره که اتفاقا مشکلات کشور به خاطر حضور اوناست. شما رهبر جامعه رو در نظر بگیرید، رهبر اون رژیم رو در نظر بگیرید، اختیاراتش رو در نظر بگیرید، آیا او اجازه میده که رئیس جمهوری بیاد و اوضاع رو دگرگون بکنه؟ آیا مجلس اجازه میده؟ شورای نگهبان اجازه میده؟ مگه ما نداشتیم در دوران اصلاحات رئیس جمهوری داشتید 20 اندی میلیون رأی داشت محمد خاتمی، مجلسش شما هم دستتون بود، اجازه ندادن طرحهایی رو تصویب کنید، طرحهایی که مربوط بود یا موسوم به اون طرح دوقلو. در نهایت خاتمی رفت اون طرح رو پس گرفت. یعنی هم مجلس و هم دولت دست اصلاح طلبان بود، نتونستن یک لوایه رو تنظیم بکنن در درون اونجا چون رهبر نذاشت. خب ذهن توسعه نیافته فکر میکنه رئیس جمهور از فردا میاد همه چی رو دگرگون میکنه، اوضاعمون خوب میشه، اقتصادمون خوب میشه. ما با بقیه نهادها چه میکنیم؟ مگه سپاه پاسداران به تو اجازه میده وقتی بسیاری از این مسائل اقتصادی رو در دستش داره که تو بیای فضای اقتصادی رو عوض بکنی؟ این اولیگارش ها که هر کدوم بخش هایی در دستشون گرفتن مگه اجازه میدن؟ اونا ساختارها و نهادها و نفوذ خودشون دارن، قدرت خودشون دارن، اجازه نمیدن که شما بخوای طرحهای اقتصادی بذاری که شفاف باشه، رقابتی باشه، باز باشه؟ مگه مراجع تقلید اجازه میدن که شما بخواید مثلا حالا احکام اسلامی یا نگاه شرعی رو کمرنگ کنید؟ یه استادیوم رفتن بانوان چقدر مشکلات ایجاد کرد؟ اگر فیفا و گروه های دیگر دخالت نمی کردن اینا ساده نمی گرفتن، تازه اونا هم بانوانی هم که میبینن همه گزینشی هم. خب مراجع تقلید اجازه میدن که شما قوانین تبعیض‌آمیزی که در درون رژیم هست عوضش بکنید؟ ذهن توسعه نیافته فکر میکنه با آمدن رئیس جمهور همه چیز حله، همه بقیه گروه های معارض میرن کنار، این آقا میتونه هر کاری بکنه. یک مورد دیگری که باز در همین راستاست و ذهن توسعه نیافته یا انسان توده‌ای از اون بهره‌منده، جهل به تاریخ. جهل به تاریخ یعنی که گذشتش رو فراموش میکنه. امروز نشسته میگه رئیس جمهور بیاید که چنین و چنان میشه، بعد میگه دیدید آقای خاتمی چه گفت؟ بعد 8 سال گفتن رژیم جمهوری اسلامی میخوان رئیس جمهور تدارکاتچی باشه. خب او که این همه رأی داشت و پایگاه داشت و جوانان و نخبگان باش بودن، بعد 8 سال اومد همچه حرفی زد. چرا امیدواری که این آقای پزشکیان میتونه عوض کنه؟ خب این یعنی جهل به تاریخ، یعنی ما فراموش کردیم 8 سال دوران خاتمی رو که در نهایت به جایی نه تنها نرسیدیم هیچی، که پشت سرش محمود احمدی نژاد آمد و 2 گام و 3 گام به عقبم رفت.
در دوران روحانی به نگاه کنیم چه گشایشی در کار مردم حاصل شد. اگه برجامی هم امضا شد که نفعش رژیم بود، پولهای آزاد شد به رژیم رسید، مگه سر سفره مردم آمد؟ مگه نفتی که فروخته میشه چیزی به گیر مردم میاد؟ پولهای رژیم آزاد شد، رژیم رهبران رژیم و سرداران سپاه و گروه های دیگه رفت، چه چیزی به مردم رسید؟ جلوی اختلاس ها گرفته شد. شما باید نگاه بکنید در این 20 سال هر سال شما یک اختلاسگر بزرگ میبینید، حالا در قامت یک شخص یا در قامت یک شرکت یا یک سازمان. یک چای دبش مثلا مورد کجا بود؟ چند میلیارد دلار پول این مردم اختلاس شد و مشکلاتی دیگری شد. از دوران روحانی آغاز شد، در دوران رئیسی هم کی میتونه جلو اینا رو بگیره؟ رئیس جمهوری که برادرش خودش جز اختلاسگرانه، سوء استفاده کنندگان از قدرت، اون برادر جهانگیری و برادر روحانی و برید نگاه بکنید. چرا جهل به تاریخ داریم؟ چرا دائما میخوایم یه تاریخ دوباره تکرار بشه؟ چون ذهنمون توسعه یافته نیست. فراموش میکنیم 20 سال قبل چه گذشت، 10 سال قبل چه گذشت، قتل ها در کدوم رژیم ها رخ داد. مگه کشتار مردم در سال 96 نبود؟ در دولت روحانی سال 98 نبود؟ مگه این همه آدم به خیابان ها آمدن برای بنزین و چیزهای دیگر کشته شدن؟ مگه در دوران همین اصلاحات شما نبود؟ مگه همین محمد جواد ظریف نبود میگو اگه هواپیما رو زدید به من بگید برم اون وسط توجیهش بکنم؟ خب این جهل به تاریخ در درون توده ها واقعا وجود داره، ذهن توسعه نیافته همین ویژگی رو داره. چیزی که فراموش میکنه 3 سال قبل چه رخ داده، 4 سال قبل چه رخ داده، کیا مسببان بودن، کیا سکوت کردن، باز میره به همون رای میده. همین آقای ظریف آمد ازش سوال کردن، گفتن آقا این در وزارت امور خارجه چند درصد شما نقش داری؟ گفت 0%. اما مردم فکر میکنن با اومدن جواد ظریف ناگهان سیاست خارجی رژیم عوض میشه. اینا حتی توانایی اداره کار منطقیشون هم ندارن. دیدید همین ظریف در اون گفتگویی که صورت داد بحث دیپلماسی و میدان رو مطرح کرد، میدان به معنای گروه هایی مثل سپاه قدس و گروه های دیگر که کار عملی میکنن. شما میری گفتگو میکنی که من میخوام باهات خوب شم، یه عده نیروهای عملی میدانی اجرایی که با شما مخالفن میان سنگ میزنن خونه مردم میشکنن، و طرف میگه من به حرف تو باور کنم یا شیشه شکسته خونم، من به صلح دوستی تو باور کنم یا موشکایی که میگی مرگ بر اسرائیل میفرستی رو آسمون، من به آشتی و چراغ سبز تو نگاه بکنم یا گروه های حوثی و دیگر گروه هایی که شما دارید در منطقه حمایت میکنید به کی نگاه بکنم؟ مذاکره کننده ایران بود در عراق، آمد با اون آقای کراکر صحبت میکرد، نماینده امریکا، میگه با ما میری هر 5 دقیقه 10 دقیقه این آقا میره بیرون یه تنفسی میگیره میره بیرون. بعد فهمیدی میره با قاسم سلیمانی صحبت میکنه که آقا من دارم با این نماینده امریکایی صحبت میکنم، بپذیرم این شرط رو یا نپذیرم؟ یعنی وزیر امور خارجه هیچ. بعد ما فکر میکنیم که وزارت امور خارجه توانایی دگرگون کردن وضعیت رو داره. پس جهل به تاریخ یکی از ویژگی های بارز انسان توسعه نیافته است و این رو ما در جمهوری اسلامی بارها دیدیم، بارها آزمودیم، باز به اینا رأی دادیم، باز امیدوار بودیم که این آقا الان خوب شده، اصلاح شده، میزه نشست بر قدرت هم بیشتر کش، ما دیدیم 96 و 98 رو هم دیدیم، هم بیشتر غارت کرد. دیگر ویژگی انسان توسعه نیافته غلبه احساس بر عقل.
یعنی انسانی که توسعه نیافته است، انسان توده‌ای شده، خیلی راحت میشه با احساساتش بازی کرد. دیدی دیگه الان تو همین فضا هست، محض ترس. به تعبیر لولو و هلو رو اخیرا دیدم بعضی از کارشناسان ما به کار میبرن، که اگر میخواید لولویی مثل جلیلی نیاد، برید به هلویی مثل پزشکیان رأی بدید. دوره قبل هم همین بود، در دوره دوم روحانی همین کارو کردن، دیدن جواب داد. یعنی نسخه ای بود که رژیم پیچید، یا آدمی رو آورد، یک دوگانه شر و خیر ایجاد کرد. یک عده از مردم توده‌ای شدن گفتن اخ بریم، اگر روحانی نیاد رئیسی میاد، و مشارکت به بالای 70% رسید. رژیم هم میتونه از این مکانیزم ها استفاده بکنه، هرچند بعدا دوباره خود رئیسی هم قدرت کرد. ما همین ترفند الان داره به کار میاد، یعنی ایجاد یک ترس که با آمدن جلیلی داستان تمام است. بنابراین بریم به طرف پزشکیان، در حالی که مثل جلیلی ها زیادن. اگر به مجلس نگاه بکنید، جبهه پایداری و گروه های دیگر قدرت، قوه قضاییه رو نگاه بکنید، شورای نگهبان رو نگاه بکنید، اینا کیا هستن؟ هر کدوم اینا چند تا جلیلی هستن. خب با اونها چه میکنید؟ فقط نگران این هستید که ریاست جمهوری به دست جلیلی نیفته؟ از این آدم کشا مگه کم داره رژیم؟ از این بنیادگرایان مگه رژیم کم داره؟ هر کدوم جاساز میکنه. آنقدر مناسب انتصابی وجود داره که شخص رهبر منصوبشون میکنه، اصلا نیاز به رأی هم نداره. منتها این دوگانه رو به شکل کاذب ایجاد میکنه، با القاء ترس سعی بکنه مردم رو، یعنی اون جماعت توده‌ای شده، توسعه نیافته ذهنی رو بیاره پای صندوق، یا امید واهی دادن. رئیس جمهور بیاد همه چیز خوب میشه. من عرض کردم اگر ما نگاه همه جانبه داشته باشیم میفهمیم رئیس جمهور حتی آنقدر قدرت نداره که جلوی فیلترینگ رو بگیره. یک قاضی نشسته حکم میده که برید فیلتر بکنید. او میتونه قوه قضاییه رو عوض کنه. او میتونه در شورای عالی امنیت ملی کاری بکنه که نشه. او میتونه در مجمع تشخیص مصلحت نظام دخالت بکنه. نه، یه عضو ساده در این هست. اسمن ممکنه رئیس شورای امنیت ملی باشه، اما همه تصمیم باره رهبر. در سیاست خارجی اساس 110 قانون اساسی است، همه چیز باره رهبر حسن اجراش تعیین سیاست باشه. رئیس جمهور چیکار میخواد بکنه؟ اما ما اینا رو نمیبینیم. به قدری ترس رو بر ما مستولی کرده که فکر میکنیم اگه نریم تمام میشه. یک ترس بین المللی است. آمدن جلیلی مصادف است با جنگ. عزیز من جنگ اصلی همین الان تو خیابون با مردم خودمون. منتها دشمنش از خارج نیست، تو تهران نشست. کدوم کشور آمده به ما تیراندازی کرده تو این 30-40 سال؟ به غیر از اون عراق رو کنار بذاریم که دو تا دیوانه به جان هم افتادن، صدام و خمینی. کدومی که از این کشورها ادعای اینها، از اسرائیل بگیرید، از امریکا بگیرید، از انگلستان بگیرید، چی اومده با مردم ما بجنگه؟ این شماها بودید که از روز اول که آمدید در اون زندان ها با لاجوردی ها و خلخالی ها جوانان این مملکت رو کشتید به خاطر عقایدشون، تا امروز که به خاطر ارزش هاشون دارید میکشید. آخه نکبت از این بالاتر برنده جایزه صلح نوبل تو زندان باشه، مثلا نویسندگان تو زندان باشه، دختران مملکت به خاطر نوع پوشششون با گلوله جواب بگیرن، کجای دنیا وجود داره؟ این بربریت و صفاکی و سفلگی از این بالاتر مگه ما داریم؟ یکی از این اندیشمندان من دیدم نوشته بود که آقا مملکت که خمینی داره، شما اونو از جلیلی میترسونیم؟ مقصود خمینی ها نیستن، مقصود تفکر این هاست. وجود جلیلی یه آدمی است، بله قیافش رو نگاه میکنیم عصر حجره، که انهو الان از غار حرا آمده پایین، تو کوچه پس کوچه های مدینه هم میتونه قدم بزنه زندگیشو بکنه.
و همون سبک و سیاه، و دور ببینی خطری نداره، میفهمیش. شما وقتی رفتار یک جانور یا حیوان رو ببینی خود ملاحظه میکنی، اونو کنار خودت قرار نمیدی، روابط تنظیم، چون میدونی همونجوری رفتار میکنه. خطر برای ماست که جانوری رو فکر میکنیم خودیه، خانگیه، میشه ازش استفاده کرد، میاریم تو خونه ولی ما رو میدره. خطر افرادی مثل ظریف 100 برابر بیشتر از جلیلی هاست. چرا؟ چون اونها در ظاهر زیبا که میتونن انگلیسی صحبت بکنن، خیلی قشنگ صحبت میکنن، لبای غنچه و خندانی هم دارن، اما ذهنشون داره جنایت رو توجیه میکنه. اینها قابلیت فریب جامعه جهانی رو بیشتر دارن تا جلیلی ها، تا احمدی نژاد ها. اون تستپاره هایی هستن که جهان میشناسه اینا رو، میدونی کی هن. اما خاتمی برای فریب دنیا خیلی خوب به کار میاد. محمد جواد ظریف برای فریبکاری خیلی خوب به کار میاد، برای همینی که خامنه‌ای او رو برمیگزینه، علیرغم اینکه وزیر پیشنهادی امور خارجه حسن روحانی جواد ظریف نبود، اما چون خامنه‌ای نیاز داشت که بتونه از او استفاده بکنه در جهان، او رو برمیگزینه. ویژگی دیگر یک ذهن توسعه نیافته، حاکمیت پوپولیست بر او، هر شعاری بدون عقلانیت داده بشه میپذیره، هر شعار آنی داده بشه میپذیره، یعنی به منافع آنیش فکر میکنه، به منافع آتیش فکر نمیکنه. همین الان ممکنه یک لحظه اینترنت ما خوب بشه، یک لحظه ممکنه حالا مثلا کمی فشار بر روی فلان کارش، اما یادش میره که خب بعدش 4 سال بعد مگه نشد رئیسی آمد، بعد 8 سال خاتمی مگه نشد احمدی نژاد آمد. چرا به منافع آنیت فکر میکنی؟ به منافع آتیت فکر کن، بدون بعد 4 سالی که فرضاً پزشکیان نامی آمد، اما کسی که نمیتونه ساختارها رو عوض کنه 4 سال بعد یک سردار سپاه جاش میاد، یه آدم دیگری میاد که میتونه فضا رو به همون سمتی ببره که امروز داری ازش فرار میکنی. و اینها مشکلات بزرگی است که در جامعه وجود داره. اما اینکه چگونه باید از این نیروها، یعنی اون 70% استفاده کرد، میماند برای جلسه آینده که من سعی میکنم اندکی در مورد صحبت بکنم که نباید فقط خوشحال بود 70% رأی ندادن، 60% رأی ندادن. اهمیت داره که اپوزیسیون از اون 60-70% استفاده بکنه، از سرمایه های مالی که باید استفاده کرد، از سرمایه های انسانی که باید استفاده کرد. بنابراین به صرف رویگردانی از رژیم نباید رضایت داشت، اونا رو باید سازماندهی کرد، گفتمان سازی کرد، بسیج کرد، وارد فضای اعتصابات و اعتراضات شد تا بتونیم رژیم رو از بین ببریم. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز، تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم.